زرنگ کنده، یه کمی سخته رو چنگرم که هنده، اسمم برنده برنده رنده رنده، تیمم برنده برنده رنده رنده. حتما میخوای بزنی برای آگهی بعدی و بهش گوش ندی، مثل زمانی که رفیقات بهت میگفتن بیا ترید کنیم و بهشون گوش نمیدادی. شاید هم یه بروکر خفن پیدا نمیکردی که توش ترید کنی. من اینجام تا یه بروکر خیلی خفن فارکس بهت معرفی کنم که خودم هم توش ترید میکنم و میتونی ازش کلی سود کنی. همین الان برو تو سایت ITB ثبت نام کن، توی پلتفرمشون شروع کن به ترید کردن و کلی سود کن. چک چک. فنجونای لبپر قهوه میچسبه، با طعم خوب نوستالژی کنار تو، تو آغوشت تو بالکن عشق مینوشم، دوتا بوسه فقط به افتخار تو، هوا دلچسبه مثل اولین دیدار، نم بارون داره دنیا رو میشوره، فقط یه پیراهن تا تو باسم راهه، ولی حتی همین اندازه هم دوره. غروب آسمون مثل چشات سرخه، از اون حال و هواهاست که تو دوست داری، بشین فنجون تو پر میکنم بازم، یکم لبخند بزن بس خدا زاری. تموم رو درگیر تو فکرم، به عشقایی که تو چشمات میلغزن، سیگار بعدی و روشن نکن لطفا، آخه لبهات هنوز با بوسه هم مرزن. بذار همراه ما این شهرم عاشق شه، جهان چشمش به ماست اینو که میدونی، من این تصویر رو توی خوابم هم دیدم، من و تو بالکن و یه شهر بارونی. غروب آسمون مثل چشات سرخه، از اون حال و هواهاست که تو دوست داری، بشین فنجون تو پر میکنم بازم، یکم لبخند بزن بس خدا زاری. غروب آسمون مثل چشات سرخه، از اون حال و هواهاست که تو دوست داری، بشین فنجون تو پر میکنم بازم، یکم لبخند بزن بس خدا زاری. نوروزی 1402 رو ادامه میدیم با دوستان و هنرمند و عزیزمون. چند تا خوشحالیه، یکی که هنرمندایی که شب اینجا هستن، خب یه زمانی ما هممون در لس آنجلس بودیم، ولی خب الان یه خود فاصله ها بیشتر شده و همه ناظرین ها از شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف اومدن و جای خوشحالیه که این دوستان در کنار ما هستن. بوتن عزیز از باید تشکر کنم، واقعا بودنش یه انرژی خاصی به برنامه های ما میده همیشه. خانم مهسا از تورنتو اومده برای این برنامه و
دوست نازنین دیگه من فرامرز آصف از استرالیا آمده. خلاصه امشب حسابی حال کنید، کلی خارجی ما بینید. من اینو دوست دارم بگم که خب رسانه‌های مختلفی در سطح جهان دارن برنامه‌های فارسی زبان برای شما نمایش میدن که هیچ ایرادی هم نداره، خب به یک دولتی وابسته هستن، با یک سازمانی کار میکنن و به هر صورت هر کدومشون دارن هدف خودشون رو انجام میدن و هر کدومشون هم به خوبی دارن کارشون رو پیش میبرن و هیچ ایرادی هم من نمیبینم توی این مسئله. شما هستید که باید انتخاب کنید و اون چیزی که میخواید از هر کدوم از اون شبکه ها دریافت بکنید. ولی یک شبکه مثل ما از روز اولی که آغاز به کار کرد، به قول معروف حتی زمانی که در شهر به ما پیشنهاداتی شد از واشنگتن، ما تصمیم گرفتیم که تنها با حمایت صاحبان کالا، بیزینس های مختلف، تپش رو روی پای خودش نگه داریم و تا به امروز هم همین بوده. این صحنه رو که میبینید، این برنامه رو که میبینید و این محبت هنرمندانی که میبینید، اول از تک تکشون سپاسگزار هستم، چون هر کدومشون شاید در شبکه دیگه یه بخوام برم برنامه اجرا کنن مطمئنن یک مبلغی دریافت میکنن، ولی در طی این 35 سال گذشته هیچ کدومشون هیچ زمانی هیچ توقعی مالی از ماها نداشتن. برای همین از تک تکتون تشکر میکنم. ولی خود آقای امیرقاسمی به زور پول میده به ما. آره. ما میگیم نمیخوای، میگه نه مگه میشه باید بگیری. باید بگیری. آره. پول خوب میده، کار خوبم میخوام. خوب میخوام. آره. تشکر کنم از یکی از سازمان هایی که در طی این سالها با ما همکاری داشتن، کارشون بسیار منظم بوده، هر کسی باشون کار کرده خدا رو شکر راضی بوده و آقای جمشید آبادی و تیمشون در USVIP گروپ واقعا همیشه یکی از کسانی بودن که خب اگر بخشی از این برنامه واقعا اگر شاید گروه USVIP گروپ نبود، شاید مثلا دوتا از این تلویزیون ها نبود، ولی ازش تشکر میکنم به خاطر اینکه با ما همراه بوده، دوست خوبی هست، کارشون رو خوب بلد هستن و میتونم به شماها حالا در هر بخشی از اومدن به آمریکا یا کانادا کمک کنم، چه تحصیلیه، چه توریستیه، چه سرمایه گذاریه، در هر بخشی میتونم کمک کنم و ازشون تشکر میکنم برای همه حمایتاشون. اگر موافق الان کجا هستن این گروهی که گفتید؟ بله اینجا هستن، اینجا رو شکسپیر. خب من برم پیششون پس فعلا. بله بله. تا فرامرز جون میخونه من برم یه کار دارم یه کیس ببرم پیششون. حالا اگر موافق باشید دوست دارم که از فرامرز آصف عزیز دعوت کنم، خواهش کنم که برای ما هنرنمایی کنه. من خودم یکی از طرفداران کارهای فرامرز همیشه بودم و هستم و امروز هم که در استرالیا به سر میبره، باز هم همچنان با هم دیگه با تماس‌های تلفنی این ارتباط رو حفظ کردیم. فرامرز آصف. با تپش قشنگه، با شهرک دنیای هنر، شهر فرنگه. آقای بشارتی نازنین خوش اومدید. تشکر میکنم، مرسی. عیدتون مبارک باشه. عید شما و همه هممیهنانمون. عیدی چون بله ما وردم اون پشت خدمت عیدی ما میگیرم زودتر میگفتیم سکه ها رو داشتیم جمع میگیرم ولی چقدر گرون شده سکه گرون شده همه چی گرون شده همه چی گرون شده منطقه بیشتر مواقع دلار و سکه و اینا رو با هم دیگه هی مردم تجسم میکنن چجوری هی میره بالا همه جا همه چی گرون شده حالا بله من میدونم در مورد مملکت خودمون صحبت کنیم ولی در اینجا هم همه چی گرون شده درست. دیگه نمیدونم دیگه باید چی بگیم آخه اینجا یه حساب کتابی هم داره بله شما فرض کنین اگه 5% بره بالای یه چیزی دولت خود به خود میشینه کنار عذرخواهی میکنه میگه ببخشید من نتونستم نه حقوقم بعد 5% میره بالا بله ولی اونجا هیچ حساب کتابی نیست متاسفانه آره. ولی خب عید حرف این چیزا رو نزنیم بگیم که انشالله سال خوبی باشه براتون خیلی مهمه قربونتون خیلی مهمه آدم از ذهنش بیرون نمیره بله. صد در صد. جاهایی که مثلا باید صحبت‌های شادی و اینا هم بشه ناخودآگاه به ذهن آدم میاد به هر حال تبریک میگم من به همه هممیهنانمون هر کجایی که هستین سال بسیار خوبی داشته باشین میدونم سال گذشته هممون نگیم فقط شماها
ماها هم این طرف دل تو دلمون نبود که چه اتفاقی داره میافته. این جوانایی که وسط خیابون بودن، امیدوارم تکلیف یکسره بشه هر چی که هست. اینطوری کج داره مریض 43 سال، یه روز آقای احمدی نژاد میاد میگه من حمله میکنم یا ما بیزنسمون اینجا میخوابه، باور کنی. یعنی خیلی اثر داره هر اتفاقی که تو ایران میفته، اینجا به ما اثر میذاره. فکر نکنین یه وقت ما فکر شما نیستیم. براتون آرزوی سالی پر از سلامتی، ثروت و سلامتی میکنم. سلامتی مهمترینه. از همه مهمتره. بله. از همه مهمتری سلامتی. بله. شما همیشه برای نوروز عیدی میدین به خانواده؟ حتما، این رسممونه. باید اینو همیشه اجابت کنیم. پول میدین یا کادو میدین؟ نه، پول معمولا. آن پولی که مثلا آره، حتی میای قرآن میذارن، میدن، همه این کارو حتما میدین. همیشه. بله. دیگه رسمه، نمیشه عوضش کرد. نه. اصلا این رسم رو نمیشه عوض کرد. همیشه باید عیدی رو بزرگترها به کوچیکا عیدی رو بدن. بله، و دعا میخونین شما قبلش؟ راستش میخواین از دعا دیگه بیزارم، دعا نمیخونم. نه، دعا نمیخونم. فقط تو دل خودم مدیتیت میکنم، با کهکشان ها صحبت میکنم، صبح که پا میشم با خورشید حرف میزنم. اینا به من زندگی دادن دیگه، ما باید با اونا طرفیم. به قول معروف من خیلی آدم با خدایی هستم، همیشه با خدای خودم صحبت میکنم و میدونم که همیشه هست و هر موقع کمک خواستم در کنار من بوده. 100%. امیدوارم که این خدای من امروز روز در کنار هموطنان من باشه و اونها رو به آرزوهاشون برسونه. انشالله. ما امسال عید رو جشن میگیریم به خاطر اینکه سنتیه که باید جشن باید گرفت. بله. و همه دعا میکنیم که همه آدما به آرزوهای دلشون برسن. انشالله. آرزوهای خوب. بله، همه ما، هر تک تک ما آرزوهایی داریم. 100%. منم با شما هم‌عقیدم. عید نوروزه و باید دیگه خداوند یک نگاهی به طرف ماها بکنه، ببینه ماها چی تو دلمونه، اونو برامون انجام بده. انشالله. شما کار، زندگی؟ کار که بیزینس تراول اجنسی که سر جای خودش هست، خودش بله، داره میشه. بله، خدا شکر خیلی هم موفق. بعد از 25 سال خیلی کلاینت جمع‌آوری شده به طور کلی. جا داره اینجا از تک تکشون تشکر کنم که ما رو حمایت کردن، چون حمایت اونا نبود ماها نبود. شما فکر کنین وسط امریکا یک بیزینس ایرانی وسط به اصطلاح لس آنجلس توی وست، خب ایرانی‌های نازنین میان اونجا خرید میکنن، ما رو میبینن، آشنا میشن. من فکر میکنم تو این 43 سال، البته من حدود 30 و خورده ساله که اینجا با اینا دیگه، یعنی همه شماها ماها با هم دیگه بزرگ شدیم، از اون حالت جوانی و اینا در اومدیم به قول معروف. بسیار بیزینس خوشحالم. من هیچ وقت ننالیدم از بیزینس، همیشه خوبه. برعکس بعضی من بعدم باشه میگم خوبه، چون میگم به زبان آید به جهان آید. بله، درست. برای من بلیو دات. اوکی. کار دیگه ای که کردم تو این پندمیک، من دانشگاه همو تموم کردم. دانشگاه من چاینیز مدیسین، اونو تموم کردم. 23 اپریل همین توی اسکربال گریجویت میشم. با تبریک. بله. انشالله فکر میکنم تا سال آینده جای خودم باز کنم که بیمارا رو ببینم. با پس کنگراجولیشن. مرسی. Thank you so much. امیدوارم کسی هیچ وقت بیمار نشه. ولی بعد کار هنریتون چی میشه؟ سر جای خودش هست. اونجا خود معمول چون وقتی از من آنچنانی نمیگیره. ولی بیشتر مثل یه مدیتیشنه برای شما. مرسی. مرسی. بهترین کلامی بود که راجع به ساز من و موسیقی من فرمودید. مرسی. بسیارم زیباست. ان شاءالله که در هر سه کار موفق باشید. سه تا هندونه دست من. بله، سه هندونه در دست و هر سه واقعا براتون موفقیت. قربونتون میرم. بسیار خوشحال شدم شما رو زیارتتون کردم. مرسی. قربون همگیتون. مرسی. با تپش خشنگه، با شهرک دنیای هنر، شهر فرنگه. حضور عزیز رو شما با گروه بلک کتس دیدین، آشنایی دارین و هنوز با گروه بلک کتس میخونی حضور جان؟ متاسفانه یا خوشبختانه اخیراً فکر کنم الان دو هفته است که کانترکتمون با شهوال جان دیگه تموم شد با بلک کتس و من افتخار اینو داشتم که در خدمت شهوال باشم. بله. استاد منه. من بسیار چیزها تو مدت 4 سال و نیم ازش یاد گرفتم، واقعا از ته دلم میگم. یعنی
شهبال شپره به من خیلی چیزا یاد داد. واقعا ایشون استاد هستن. و یک مدرسه بودن توی مدتی که من باشون کار کردم، از تجربهشون استفاده کردم، از چیزهایی که به من یاد دادن خیلی استفاده کردم و من همه چیمو مدیون شهبال جونم و تا آخر عمرم به این افتخار میکنم که خواننده بلک هتس بودم 4 سال. ولی الان دیگه مدتیه که دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم و برای خودم کار کنم. آره با اسم هجار دیگه از این به بعد کار میکنم و دیگه امیدوارم که برام دعا کنه دیگه. نه 100%. خب وقتی که خب خیلی کسا بودن که با شهبال در بلک کتس میخوندن بعد از مدت، و وقتی مثل شما زمان تموم شده برای خودشون شروع به کار کردن، همه هم خیلی موفق بودن و همونطور که شما گفتی شهبال خودش استادیه در کارش و همه مثل یک مدرسه میمونه، میرن یاد میگیرن و هر کسی قرار نیست که تا ابد بمونه یه جایی. هر کسی میاد و برای خودش کارش رو شروع میکنه. 100%. شما هم چون الان دیگه شناخته شده هستین، در گروه بلک کتس بودین، مردم شما رو شناختن، با شما با صدای شما دیگه همه چیتون رو یاد گرفتن و شما میتونی رو پای خودت بایسی و برای خودت هم آهنگای خودتو انتخاب کنی و یعنی الان شروع میخوای شروع آره کنی. آره آره اتفاقا این برنامه میشه چجوری بگم، اولین برنامه‌ایه که من 2 تا از آهنگای جدیدمو دارم توش. خب پس آهنگم آماده شده. بله. باریکلا. خیلی سریع آماده کردیم آهنگا رو و باید یه چیزی رو بهش اشاره کنم که من تو این آهنگا خیلی سبکم فرق میکنه، یعنی مردم یک سبک دیگری رو از هجار میبینن، چون وقتی تو بلک کتس بودیم خب طبیعتاً بلک کتس یک چارچوبی داره که تو مجبوری که اونو رعایت کنی. با همه این که میتونی نوآوری کنی و شهبال جون خیلی اوپن مایندده در این مورد، خیلی اوکیه که تو هر کاری دلت میخواد بکنی، منتها یه چارچوبی داره نمیشه از اون رد شد و تو این آهنگای جدید خیلی فرق میکنه سبکی که دارم میخونم با آهنگای جدید. جالبه اتفاقا چون سبک خودت رو داری انجام میدی. بله. ممکنه خیلی موفق‌تر هم باشی انشالله مثل بقیه بچه ها و واقعا ما برای آرزو میکنیم که سبک آب که داری میاری سبکی باشه که به دل همه بشینه و به اونجایی هم که دوست داری برسی. امیدوارم مردم دوست داشته باشن و باهاش ارتباط برقرار کنن و ببینیم دیگه چی میشه دیگه. سبک شادی خواهد بود؟ سبک 6-8 چجوری؟ R&B بیشتر. اوه سبکی بوده که من قبل از اینکه بیام تو بلک کتس تو این سبک میخوندم ولی به زبان کردی و الان که دیگه با بلک کتس نیستم، یعنی کانترکتمون متاسفانه تموم شد، دیگه دوباره برگشتم به همون سبک قبلیم که میخونم. میدونی که کردا خیلی عزیزن دیگه. قربون شما برم. شما هم عزیزی برای کردا. قربون شما برم. دست ان شاءالله موفق باشی. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. ان شاءالله که همیشه از کارای خوب بشنویم و موفقیتتو ببینیم. قربونت برم. خیلی ممنون ویدا جون. سال نو مبارک. میتونید تبریک بگید. خیلی تبریک میگم به مردم عزیز ایران و تمام ملل هایی که نوروز رو جشن میگیرن، مثل کردا، مثل افغان ها، مثل تمام آریاها، آریایی ها. متاسفانه امسال من اون حسال همیشگی رو ندارم نسبت به سال های دیگه، نوروز های دیگه. نوروز همیشه برای من خوشحالی بوده، جشن بوده، چهارشنبه سوری بوده، همه اینا، منتها امسال یکم فرق میکنه برای من و من یکم غمگینم به خاطر این اتفاقایی که افتاد و به خاطر تمام اون شهدایی که از دست دادیم و تو این و مادر پدرایی که بچه‌هاشون از دست دادن. من از اینجا دستشون رو میبوسم، امیدوارم که دلشون بتونه این غم رو تحمل کنه و مطمئنم یه روزی این غم ها تموم میشه و همه ما دوباره شاد میشیم و کنار هم دوباره با خوشحالی زندگی میکنیم. عید نوروزتون مبارک. به جمع ما امید طالبزاده اضافه شده و علی دانیان. خوش آمدید هر دوی شما عزیز. یه جایی تو قلبم نشستی، نگم من چه آروم و کم کم. یه اتفاق قشنگی که امسان افتاده اینه که ما برزو ارجمند رو اینجا داریم. نمیدونستم تو رنگ چی انتخاب بکنم برای لباسم. گوهر عشقی ها، حسین رونقی ها، اینا اسطوره های ما هستن. سال 1402 برای همه
اوشیوم باشه. این آقای حجار عینک زده، آدم میترسه نگاه کنه. چرا؟ شده قلبت گزیدشه توی خمار هر چیز زدیره. آقای بشارتی خیلی خوش آمدیم. من خیلی مشتاق شنیدن صدای اینام هستم. چشمای تو کمه.